مایعات به وجود داخل تر جنداس و هوا هم به وجود داخل تر. برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای شهر کابل از سوی ریاست نشرات و آگاهی عامه و ناحیه دوم شاروالی کابل، برنامه آگاهی دهی با اشتراک نمایندگان شوراهای محلی ناحیه دوم برگزار شد. در این برنامه مولوی عبدالرحیم معاون ناحیه دوم صحبت نموده گفت برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای شهر کابل هم مسئولیت مشترک داریم تا در فصل سرما با مشکلات صحی و آلایندگی بیشتر هوا سردوچار نباشیم و شهروندان باید از سوخت مواد دودزا و مضر خودداری کنند. ما و شما یک گپ ساده میدانیم، پلاستیک می سوزانیم، رابر می سوزانیم، تایر می سوزانیم که از این استفاده بکنیم. وقتی که هوا آلوده می شود، انسانها و حیوانات با امراض مختلف روبرو می شوند و سبب مرگ زیاد می شود. به یک نوع ما و شما شامل اینمو قتل یزو شدیم. همچنان محمد یاسین امین عامر آگاهی دهی ریاست نشرات و آگاهی عامه شاروالی کابل صحبت نموده گفت در امر مبارزه با آلودگی هوای شهر کابل لازم است همه به مکلفیت های فردی و اجتماعی توجه نمایند، زیرا بدون هوای پاک زندگی ناممکن می باشد. پاک هوا ته مو ضرورت لرو، لکه څنګه مو چې خواړه او با او نور مایعات وجود داخل ته ځانداس مو هوا هم د وجود داخل ته ځي. کچیر ته هوا ککړه وي او هوا پاک نه وي، په دې کې شک نشته چې موږ او زموږ د ټولنې ټول قدرمن اوسیدونکي به له ډول ډول او سختو ناروغیو سره مخامخ کیږي. خو که هوا پاکه وي، انشاءالله زموږ ولس موږ او تاسو به روغ وو. وی توقع برد که هماهنگی و وحدت هدف میان مسئولان و شهروندان تقویت گردد و دست به دست هم دهیم تا برای بهبود وضعیت هوا اقدامات مؤثر و نتیجه بخش صورت گیرد. در همین حال نمایندگان اهالی ناحیه دوم تعهد سپردند که برای جلوگیری از آلودگی هوا با نهادهای مسئول همکار و همگام خواهند بود و مردم تشویق می شوند که در فصل سرما از سوخت مواد آلاینده و دودزا خودداری نمایند. قابل ذکر است که در این برنامه یک تعداد ویدیوهایی که در برگیرنده مسائل حفظ محیط زیست سالم شهری بوده نیست پیشکش گردید. چه چیز را باید بسوزانیم و چه چیز را نباید بسوزانیم، این یک هشدار است. مالکان بلند